سلام، دکتر ناسه هستم. اگر بدنتون ورم کرده، بایچشتون کمی پف کرده، انواع دردهای مفصلی و استخوانی سراغتون اومده، کمر دردین، گوارشتون داره بد کار میکنه، معدتون کمی ورم داره، حافظتون خیلی ضعیف شده، تمرکز حواستون کم شده، بدونید علت مشترک همه این مشکلات یک عامله که معمولا بهش میگیم بلغم. تو این ویدیو میخوایم در مورد راهکارهای رفع بلغم به روشهای خیلی ساده صحبت بکنیم. تا آخر ویدیو همراه من باشید. یادتون باشه قبلا هم گفتیم همونطور که در جهان ما 4 رکن داریم به نام ارکان اربعه، آب و باد و خاک و آتش، در درون ما این مفاهیم، این پدیده ها متناظری دارن، نماینده ای دارن که اگر اون ویژگی پررنگ بشه، کمرنگ بشه، به تعادل نرسه، فرد دچار بیماری ها و اختلالاتی میکنه. به طور مثال وقتی میگیم آتش، در جهان پدیده هست به نام آتش که همون تابستانه، در درون ما هم همین ویژگی آتش هست که اگر از یه حدی بیشتر بشه، فرد رو آتشین و داغ و پرجنب و جوش و پرتحرک میکنه. اصطلاحاً بیماری هایی از جنس آتش برای فرد ایجاد میکنه، بیماری هایی از جنس گرمی و خشکی. وقتی میگیم آب، در واقع همان زمستان سرد و تر از نظر مزاجی، در درون ما هم نماینده‌ای داره که بهش میگیم بلغم. اگه از حد تعادلش خارج بشه، یعنی ویژگی های آب، در واقع اون جنبه های سردی و رطوبت فرد در وجودش بیشتر بشه، فرد دچار مشکلاتی میکنه و همینطور سایر مزاج ها. اما تو این ویدیو میخوام در مورد بلغم بیشتر صحبت بکنیم. ضمن اینکه قبلا توی ویدیو در مورد علائم روحی و رفتاری و شخصیتی فرد بلغم مزاج صحبت کردیم که محافظ کار بودن، درونگرا بودن، دقت زیاد، میل به تحرک کم، احتیاط خیلی بالا، گوشه‌گیر بودن، درونگرا بودن، جزئی نگر بودن و استعداد برای افسردگی بالا، این مواردی بود که در مورد شخصیت بلغم مزاج صحبت کردیم که اگر از این حالت غلبه پیدا کنه بیشتر بشه، اینا همش تبدیل میشه به جنبه‌های منفی و بیماری. یعنی میل به درونگرایش میشه افسردگی شدید، این احتیاط و دقت بالاش تبدیل میشه به وسواس، این احتیاطش تبدیل میشه به ترس، شجاع نبودن و موارد مشابهش که توصیه میکنم اون ویدیو رو حتما ببینیم. اما از نظر فیزیکی چه بیماری هایی ممکنه سراغ فرد بلغم مزاج بیاد؟ وقتی بلغم توی فرد غلبه پیدا میکنه، در واقع سردی و رطوبت وجودش بیشتر میشه، رطوبت باعث میشه فرد باد بکنه، یعنی کل بدنش درگیر یک حجم زائد رطوبی میشه که اصطلاحا هم میگه همین ورم کردن بدن، پف بالای چشم، منطقه پا بیاد میشه ورم پاها، ورم دستها، تو هر اندام و منطقه این سردی و رطوبت بیشتر بشه، اون عضو رو درگیر مشکلاتی میکنه. اصطلاحا مزاج استخوان سرده، وقتی ما سردی زیاد میخوریم، فضای سرد در واقعش قرار میگیریم، بیماری های سرد تو وجود ما بیشتر میشه که همین بلغم در واقع بیشتر میشه و پادرد تشدید پیدا میکنه، کمردرد بیشتر میشه چون جنسش سرده و این سردی رو این اندام ها بیشتر خودش نشون میده. وقتی رو منطقه سر بیاد این سردی و تری، باعث میشه که فعالیت های مغزی کمتر بشه، در نتیجه خون رسانی به اندازه کافی صورت نمیگیره و کاهش حافظه، تمرکز پایین، عصبی شدن، همه بیماری های از جنس سرده که در واقع این سردی مغز باعث این مشکلات شده. همینطور مشکلات مثانه، افرادی که تکرر ادرار دارن یا شدت دفع ادرارشون بالاست، اینو منطقه مثانه شون زیاد سرد شده. اگه این سردی و رطوبت در منطقه رحم و تخمدان ها باشه، بیماری های باز مرتبط با این شکل میگیره، مثل عفونت ها، مثل درد های دوران قاعدگی، مثل تمایلات کم جنسی، کم توانایی جنسی و اختلالات هورمونی خانم ها به خاطر همین قضیه میتونه باشه. اگه در منطقه معده قرار بگیره، باعث ورم معده، مشکلات گوارشی شدید، هضم نشدن مناسب غذا، ترشح زیاد اسید معده و نارسایی های گوارشی میشه. اگه این سردی و رطوبت تو منطقه سینوس ها، منطقه تنفسی قرار بگیره، باز مشکلاتی مثل سینوزی، ترشح زیاد خلط، آبریزش بینی، مشکلات تنفسی و موارد باز مشابهش رو شکل میده. اگه در منطقه پروستات قرار بگیره، باز مشکلات خاص خودش، در منطقه روده ها قرار بگیره، تنبلی روده، مشکلات هموروئید، بواسیر و موارد
پشت سرش که هر کدوم بررسی میکنه از بیماری ها میبینیم که جنبه مزاجی هم دارن. پس همونطور که میبینید خیلی از مشکلاتی که ما داریم به خاطر رعایت نکردن همین سردی و گرمی های بدیهیه. نمیگم همش گرم بخورید، نه، منظورم اینه که این سردی بیش از حد در وجود ما ایجاد نشه، باید به یه تعادلی برسه. پس همونطور که دیدیم بلغم خیلی مهمه، سردی و رطوبت و دونستن و مدیریت کردن این قضیه خیلی مهمه. پس ما باید اولا بدونیم خودمون چه مزاجی داریم، گام اول. گام دوم مزاج غذاهایی که مصرف میکنیم و بشناسیم، مدیریت بکنیم و بتونیم به سلامت نزدیک تر بشیم. خب حالا برای رفعش مهمترین گزینه غذاست. بعد مزاج غذاها رو بشناسیم. غذاهایی با مزاج سرد و تر رو یه فرد بلغمی مزاج نباید زیاد مصرف بکنه، باید به حداقل ممکنش برسونه. یکی از مهمترین غذاهایی که خیلی بلغمی‌ها زیاد مصرف میکنن لبنیات زیاد و خصوصا شیر و ماسته، و باز خصوصا این لبنیات صنعتی. اگر باز لبنیات طبیعی باشه بحث دیگه است، اما فرق هست بین شیر گاوی که از یک گاوداری فضای بسته محدود با انواع آنتیبیوتیک با تغذیه انواع کنسانتره و توی فضای خاص خودش بوده، با گاو محلی نژاد اصیل و دستکاری ژنتیکی نشده، تو هوای آزاد علف تازه خورده، هیچ آنتیبیوتیک و داروی مصرف نکرده، این دوتا با هم دیگه تفاوت داره. کما اینکه جدیدترین تحقیقات هم اینو بهش اذعان کردن که وقتی میگن اون خواص و اثرات رو شیر نداره، یکی از توجیهاتی که در واقع میارن میگن شاید علت همینه، که دانشگاه هاروارد هم روی این قضیه تحقیقاتی داشت و گفته بود شاید علت این که این شیرها باعث مشکلات سرطان حتی رو بعضی افراد میشن، مشکلات پروستات رو ایجاد میکنن و برخی موارد دیگه، شاید به این علت بوده. اما متاسفانه ذهن اکثر افراد اینجور جا افتاده که شیر و لبنیات بخوریم که پوکی استخوان نگیریم. درسته؟ تو ذهن شما اکثرا همینه دیگه. اما لازمه بدونید جدیدترین تحقیقات نشون داده که هیچ ارتباطی بین مصرف زیاد شیر و کاهش پوکی استخوان وجود نداره. نمیگم شیر خاصیت نداره، اما اینکه شیر بخوریم که پوکی استخوان برطرف بشه، تحقیقات جدید نشون داده که همچین گزاره صحیح نیست. حتی تو بعضی موارد برعکسش هم بوده، که حالا توی ویدیو در مورد شیر صحبت کردیم، گفتیم جزئیاتش که شیر بچه چطور خورده بشه، چطور خورده نشه، فوایدش چیه، ملاحظاتش چیه، اونو ویدیو رو ببینید، نکات خوبی توش گفته شده. بگذاریم از بحثمون دور نشیم. پس بلغمی مزاج بهتره که لبنیات رو به این صورت زیاد مصرف نکنه، به حداقل برسونه، خصوصا اگه بلغم تو وجودش بیشتر غلبه پیدا کرده. همینطور ترشی که میگم منظور همین چیزی که با سرکه درست میکنن و کنار غذا میذارن، حالا باز به ویژه این سرکه های صنعتی که قضیهش فرق میکنه، ولی کلا ترشیجات برای فرد بلغم مزاج گزینه مناسبی نیست. میوه های ترشمزه گزینه مناسبی نیست، برعکس باید سراغ میوه های شیرین و رسیده بره. برنج زیاد خوردنش براش خوب نیست، خصوصا برنج سفید، باید تو مصرف افراطی برنج احتیاط داشته باشن. اما برنج قهوه‌ای با سازگارتر برای فرد بلغمی مزاج تا برنج سفید. بازم تاکید میکنم زیاد خوردنش، حالا در حد معمولش خیلی بهش ایراد نمیگیریم. اینو اگر شما بدونید هر غذایی چه مزاجی داره خیلی کارتون راحت میشه. عدس با اینکه چیز پرفایده و خوبه، اما چون سردیش زیاده برای بلغمی مزاج نباید زیاده روی بکنه، نباید تو برنامه‌اش بیش از حد قرار بگیره. سیب زمینی نباید زیاد فرد بلغمی مزاج بخوره. به طور مثال خیار با اینکه چیز مفیدیه، اما برای بلغمی مزاج زیاد خوردنش توصیه نمیشه. آب یخ فوق‌العاده براش مضر، اصلا سراغش نره. تو گوشت‌ها گوشت گاو و گوشت گوساله و حتی اینطور مرغ پرورشی، مرغ صنعتی بازاری براش توصیه نمیشه. به سمت سردی میبرن مزاج رو. گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی نباید زیاد بخوره، هرچی کمتر بهتر. پرخوری کردن، در همخوری کردن، آب با غذا خوردن، نوشابه، چای خصوصاً، دوغ به طور ویژه و همطور غذای فست فودی و حاوی مواد نگهدارنده شیمیایی که برای همه البته مضره، اینا رو تو برنامه‌اش باید به سمت کم شدن و حذف شدن ببره فرد بلغمی مزاج اگه میخواد سریعتر خوب بشه. و از اون ور بازی سری غذاها رو باید اضافه بکنه برنامه‌اش و بیشتر بخوره. اون غذاها اینها، مهمترینش عسل. توصیه میکنیم عسل زیاد مصرف کنه بلغمی مزاج،
فوق العاده براش مناسبه، به هر نحوی هم تونست بخوره، خواست با آب شربتش بکنه خیلی عالی، خواست به عنوان صبحانه با کره سالم بخوره یا با ارده ترکیب بکنه، ارده از کنجد به دست میاد، باز هم خوبه. تو هر ترکیب هر مدلی براش مناسبه. عسل رو سعی کنه هر روز یه فرد بلغمی بذاش، حداقل یه قاشق رو مصرف بکنه، بیشتر هم اشکال نداره. اگر این فرد گیاهخوار نیست، برعکس گوشت گاو و گوشت مرغ، گوشت مناسب برای این افراد که گوشت گرمی هم هست، گوشت شتره، گوشت گوسفند، گوشت شترمرغ، گوشت بوقلمون. میوه‌ای که انتخاب میکنه میوه‌های رسیده و شیرین تر باشه. ادویه ها اکثرا براش خوبن، البته زیاده روی نکنه، ولی هل عالیه، فلفل در حد متعادل خوبه براش، زردچوبه، دارچین فوق العاده خوبه براش، پودر آبیشن، اینا گزینه‌هایی که گرمی خوب و مناسبی برای فرد بلغمی مزاج داره. تو سبزیجات اکثر سبزی ها گرمن، غیر از دو سه مورد، از جمله مثلا گشنیز سعی کنه کمتر مصرف کنه برای بلغمی مزاج، اما بقیه سبزی ها براش خوبه، کنار غذا بخوره، به هضم غذاش هم خیلی کمک میکنه، چون بلغمی مزاج معمولا مشکلات گوارش دارن، خوب غذاشون هضم نمیشه به خاطر اینکه معده‌شون معده گرمی نیست، یه مقدار سرده، و همینطور به خاطر خوردن بیش از حد غذاهای سرد اسیدیته بدنشون و همینطور اسید معده‌شون بالا رفته، این مشکلاتی دارن که خوردن این ادویه‌ها و این گرمیجات از اولین اثراتش اینه که معده رو و گوارششون رو بهتر خواهد کرد. سیر، موسیر و پیاز گزینه‌های خوبیه براش. تو حبوبات جو رو نمیگیم نخوره، کمتر بخوره، ولی گندم باز بیشتر، لوبیاها همشون خوبه براش، نخود عالیه. ترجیحاً به جای عدس معمولی سراغ دال عدس بهتره برای فرد بلغمی که مزاج گرمتری داره. مغزجات برای فرد بلغمی فوق العاده توصیه میشه، خصوصاً بادام و فندق و گردو و پسته، مغز بادام هندی، اینا رو تو برنامه‌اش سعی کنه تا جایی که میتونه قرار بده، و از اون ور باز چیپس و پفک و هلهول و موارد اینجور رو بذاره کنار. بذرهای ملین مثل خاکشیر، بارهنگ، قدومه، تخم شربتی، این موارد هم میتونه تو برنامهش باشه، شربت بکنه با عسل هم اگه بخوره چه بهتر. این هم به صورت روزانه توصیه میکنیم که تو برنامهش داشته باشه برای یه پاکسازی بهتر بدنش. این موارد که عرض کردیم در واقع غذاهای گرم بودن در مقابل اون غذاهای سردی که نباید خورده بشه. اما به طور دقیق تر اگه بخواید شما رعایت بکنید، من توصیه میکنم که آگاهانه تر هر غذا رو بدونید که چه مزاجی داره. به طور مثال گندم گرم و تره، جو سرد و خشک، هندوانه مثلا سرد و تره، بدونیم هر غذایی چه مزاجی داره. با دونستن این راحت تر میتونیم مدیریت بکنیم. من این منبع خوبی کتاب خوب معرفی میکنم برای این مورد، به نام کتاب جداول کلیدی مزاج شناسی و مصلحات غذایی. جداول خوبی رو نویسندش جمع‌آوری کرده، خیلی کمک می‌کنه، من خودم شخصا خیلی ازش استفاده می‌کنم، که لینکش رو در آمازون هم در دیسکریپشن براتون می‌ذاریم که تونستین مطالعه بکنید. کتاب خیلی به درد بخور و مفیدی برای این موارد، یک در واقع اسای دست شماست، یک راهنمای و دستیار خوبی برای آشپزی و انتخاب غذاتون که می‌تونه شما رو به سلامتی نزدیک‌تر بکنه. علاوه بر این موارد عمومی گفتیم، بخوام دقیق‌تر بر اساس یک نظمی بهتون بگم که برای رفع سریع‌تر غلبه بلغم چیکار بکنین، چند تا مورد رو یادتون بمونه. یکی اینکه صبح مویز بخورین یا کشمش، یه نوع از کشمش سیاه بهش میگن مویز، به اندازه یک مشت صبح ناشتا خوردنش خیلی کمک میکنه. خوردن هر روز صبح شربت عسل خیلی کمک میکنه. شبها قبل از خواب این موارد هر کدومو داشتین سعی کنین بخورید، یا بین 10 تا 15 تا دونه بادام، یا به صورت شیر بادام، یعنی بادامو پوستش رو بگیرید، مغز سفیدش رو با عسل به صورت میکس شده بدون شیر لبنی بهش میگن شیر بادام بخورید، یا اینکه شبا انجیر و زیتون با هم دیگه بخورید، یا اینکه شبها خرما بخورید، و خصوصا یک ترکیبی هست به نام سیاه دان عسل، فوق العاده موثره، فوق العاده. ترکیبش هم اینجوریه که سیاه دان رو بگیرین یکم بکوبرینش، با این نسبت توی ظرفتون که یک سوم این ظرفتون سیاه دانه، دو سومش عسل، اینو توی یک ظرفی بریزین قشنگ همش بزنین، درش هم ببندین، شبها به اندازه یک قاشق مربا خوری ازش بخورین. اونایی که بلغم خیلی شدید دارن یه دوره 40 روزه کمکشون میکنه که حالشون بهتر بشه، یه وقفه بندازین مثلا یک دو هفته، باز دوباره بعدش شروع کنین یک 40 روز دیگه اگه دوست داشتین
مداوم باشه فوق العاده عالیه، ایمنی بدنتون رو بالا میبره، یک ضد بلغم قویه و تقریبا به همه هم سازگاره. خب این بس بخش غذاها. بلغم نکات دیگه غیر از تغذیه چشایی داره، چون ما فقط از طریق دهانمون تغذیه نمی کنیم. بلغم و صفا و سودا یا دم یا هر چیزی فقط از طریق دهان وارد بدن ما نمیشه. ما از طریق تغذیه بینایی، آنچه که میبینیم هم تغذیه میکنیم. آنچه که میبینیم مزاجی داره، گرم و سرد داره. آنچه که بو میکنیم مزاجی داره. آنچه که میشنویم مزاجی داره. آنچه که لمس میکنیم. یعنی تمام حواس پنجگانه ما متناسب با این سردی و گرمی دستبندی میشه، بدن ما از اون متاثر میشه. یعنی بوییدن عطر گرم یا دود گرم، مثل دود اسفند، دود کندر، بوی گل رز، بوی گل مریم، اینها گرمی بخشند، بلغم شما رو بهتر میکنه و رفع میکنه. اما در مقابل بوییدن مثلا کافور برای یه فرد بلغم مزاج حالشو بدتر میکنه، یا عطر ادکلن صنعتی که همشون مزاج سردی دارن عموما حال شما رو ممکنه بدتر بکنه از نظر مزاجی. پس بدونید که جنبه های مختلف دیگه ای داره که ما سعی میکنیم تو ویدیوهای دیگه بهش بپردازیم، خصوصا اگه بخوام بلغم رو موضعی برطرف کنیم. یعنی فردی فقط اون سرش بلغم داره زیاده، بدنش گرمه اما سرش سرد شده، یا برعکس کسی سرش گرمه پاهاش سرد شده. اینکه اون موضعی چطور اندام رو گرم کنیم، یکی کمرش گرم باید بشه، یکی باید منطقه سینه‌اش گرم بشه، یکی باید منطقه دست‌هاش گرم بشه، اینا هر کدوم تفاوت‌هایی داره که تو ویدیوهای دیگه در موردش بیشتر خواهیم گفت، یا قبلا اشاره‌ای کردیم. اما برای اینکه ویدیو طولانی نشه، تو این ویدیو بیشتر ما در مورد جنبه خوراکی مزاج بلغم و اصلاح بلغم سعی کردیم صحبت بکنیم و راهکار خدمتتون بدیم. پس بدونیم جنبه‌اند این که علت بخش زیادی از بیماری‌ها، خصوصا بیماری‌هایی که از سن 45-50 رد میشن، به خاطر غلبه مزاج بلغم در اون هاست. چرا اینو میگم؟ چون هر سنی هم مزاجی داره. سن کودکی یه مزاج داره، نوجوانی و جوانی یه مزاج داره، سنی که آروم آروم از محدوده 50 رد بشه وارد سن رطوبت و سردی میشه و فرد مستعد میشه برای بیماری های از جنس سرد، از جنس رطوبتی. پس افرادی که وارد فضای سالمندی میشن، وارد فضای میانسالی میشن، باید حواسشون باشه که مزاجشون رو باید متعادل نگه دارن. نه بیش از حد گرم خوردن، نه بیش از حد سرد خوردن. با دونستن مزاج خودشون، مزاج غذا، مزاج عوامل دیگه، یک مدیریت خیلی خوب و دقیقی داشته باشن تا بتونن سالم‌تر زندگی بکنن. باور کنید به راحتی شما میتونید سالم تر زندگی بکنه. من دیدم فردی که سن بالای 60 سالگی، کسی که زمینگیر شده بود به خاطر شدت سردی، شدت رطوبت، با رعایت برنامه ساده غذایی و البته اصولی تونست به سلامتی برگرده و زندگیش حالت عادی پیدا کرد. تو کامنت ها از تجربیاتتون نسبت به بلغم بنویسین و اگر که نکاتی که عرض کردم رو رعایت کردین و نتیجه گرفتین، خیلی خوشحال میشم که بازخوردش رو تو کامنت ها برام بنویسین و از این تجربتون بقیه هم استفاده بکنن. خیلی ممنون تا اینجای ویدیو همراه من بودین، صبر کردین، حوصله کردین، تحمل کردین بنده رو. امیدوارم که همیشه شاد، پر انرژی، متعادل، متناسب و سالم زندگی بکنین بدون دغدغه و نگرانی و بیماری و ناراحتی. هم خودتون هم کمک کنیم به بقیه که اونها هم مثل شما خوب و سرحال و سالم زندگی بکنند. خدا نگهدار شما.